سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر کشورهای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. از واشنگتن با شما هستم، واشنگتن بارانی در ساعت 1 بعد از ظهر. چون پنجشنبه شبهای پیشین میپردازیم به اخبار ویژه در جمهوری فقیه، جمهوری ولایت، رازهای ناگشوده‌ای که گشوده شد، رازهای مهم، پرسش‌های مهم مردم ایران که پاسخی روشن یافت. چرا احمد خمینی چند روز از حضور در صف نماز جماعت پشت سر آیت الله خمینی غایب بود؟ راز بسیار مهمی که سرانجام افشا شد و مسئله عمده مردم ایران برطرف گردید. انتخابات در جریان است. حسین الله کرم میگوید من بهترین نامزد این انتخابات هستم، با سوادترین در این انتخابات هستم. آقای الله کرم تأکید میکند نباید مرا فقط شخصیتی چماغدار تصور کنید. و خبرهای دیگر درباره انتخابات. و یک راز مهم دیگر، چرا شیعیان خوشگلتر از بقیه امتها و ملتهای جهان هستند؟ به اطراف خود نگاه کنید، در دستگاه حکومتی نمونه های خوشگلها به گفته روحانیون رو در حکومت دستچین کردند و در زمینه های دیگر خبرهای بسیار داریم برای شما. خبرهای ویژه در این شماره از تفسیر خبر تا لحظات دیگر. هفته گذشته ما به دلیل نقص فنی، به خاطر مشکلات فنی، برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های پیشین بود. سپاسگزارم از کسانی که پیام گذاشته بودند و اما ما متاسفانه موفق نشدیم هفته گذشته پیام‌هاشون رو پخش کنیم. در انتهای برنامه پیام‌های شما عزیزان هم پخش خواهد شد. اما درباره انتخابات این رو من در آغاز بگم، همونطور که بارها اشاره کردم، خوشبختانه ما یک نوع دموکراسی اختراع کردیم که مایه حسرت همه جهانیان هست. در دموکراسی های دیگه مثل همین آمریکای جهانخوار یا جهاننخوار یا هر چه که هست، استکبار جهانی و همه این صحبت ها، یا اون طرف در اروپا در فرانسه که اواخر همین ماه میلادی انتخابات هست، این انتخابات خوب مردم آزاد هستن، میرن و رأی میدن به هر کسی خواستن انتخاب کنن. این 50% آزادی به گفته یکی از نمایندگان در مجلس شورای اولیه. 50% دیگه چی هست؟ 50% مردم آزادن، میرن رأی میدن. 50% هم خوب حکومت هست و حاکم هست و ولی فقیه هست و شورای نگهبان هست، هر کی رو خاص انتخاب میکنه، به صلاح مردم دوست انتخاب میکنه. برای میشه 100% دموکراسی. غربی ها چی دارن؟ 50%، ما 100%. اینه که باید بسیار بسیار راضی باشیم و در این نظام و این سیستم انتخاباتی خوشبختانه ما تمام مسئولیت ها رو محول کردیم به ولی فقیه. ولی فقیه هم که میدونیم که با ماها که کار نداره، با آسمان و بالاتر از ماها و بالاتر از کره زمین مرتبط هست و به کسی هم خوب طبعا نباید پاسخ باشه. اینی که انتخاب میکنن، صدا میکنن شورای نگهبان، شورای غیر نگهبان، هر چه که از شورای پاسدار، شورای غیر پاسدار، همه اینا رو میان صدا میکنن و میگن این باید بشه، اون نباید بشه، اون یه کمی باید بشه، اون یه مدت کوتاهی بشه و بعدم میرن دنبال کار خود. چون این مثلا یه سری آدم ها هستن یه حرفایی میزنن بعد 7-8 سال، چون خیلی خوشباور بودن شاید، یا خیلی ساده لوح بودن شاید، یا خیلی اعتماد داشتن شاید، و شاید و شاید این مثل آقای محمد خاتمی و بقیه، بعد 8 سال میان میگه ما یه تدارکاتچی بیشتر نبودیم. تازه کشف میکنن اینا. بقیه هم که هستن مثل همین بابا شیخ پرزیدنت دکتر حسن روحانی هم تقریبا همین حرفا رو میزنن و خوب داره آماده میشه با لباس اسکی و با لباس ورزشی های دیگه و اینا که رأی بگیره. دیدیم عکسی که ایشون
در از که با اینکه تلویحا هم ایشون گفته تدارکات چی هست و اینها، به هر حال آماده است برای یک دوره دیگه. تدارکات چی بودن هم باز بره به طرف صندوق‌های رأی. حالا این تدارکات چی بودن چقدر تو هم با رضایت چقدر نیست و چقدر زد و بند هست و اینا دیگه به خودشون مربوطه، به من و شما چی طبعا مربوط نمیشه. یک حکومت الهی فوکایی هستش که برای خودش قوانین خودشو داره و این قوانینم اون که اون بالا نشسته پاسخگوی من و شما و بقیه و اینها، گفتم تاکید کردم تاکید دوباره و سواره میکنم که نی پاسخگو به عالم غیب هست که اون عالم غیب هم سر و کار نداره. اما این انتخابات محاسن بسیار زیادی داره. یکی از اتفاقاتی که افتاد قبل از محاسن، من بگم محاسن منظور من البته ریش و اینا نیست، اون رو هم داره. محاسن به معنی حسن جمعش هست، هم محاسن داره که بسیار، هم خوبی های بسیار. ولی یکی از چیزایی رو که من بگم، یه نوع حکومت و یک نوع نظامی ما اختراع کردیم بسیار بسیار خوب هست. یکی از محاسن این نظام این هستش که ما به سالهای اولیه برمیگردیم، ما میتونیم بزنیم آدم ها رو بکشیم، در زندان شکنجه کنیم، زیر شکنجه بکشیم، در خیابان ها بکشیم، پونه میون ابروی دختران فرو کنیم، اسید بپاشیم، با چماق بزنیم در سر مردم، جوانان مردم رو له و برده کنیم، زیر ماشین ببریم و بکشیم و خیلی خیلی کارهای دیگه. در زندان ها تجاوز کردن به جوان ها، ولی خب بعدا میتونیم متحول بشیم، متحول بشیم و بعد بیایم دوباره نامزد بشیم و حتی میتونیم متحول تر بشیم، بیایم خارج هابرماس بخونیم، کار پوپر بگیم، اینا رو هم بگیم، بعد مانیفست جمهوری خواهی بدیم، همه اینا به دنیا و اینها هم یاد بدیم دموکراسی چی هست و همه اینا هست. ببین این خیلی خوبه. مثل بقیه کشورها که ما نیستیم که مثلا فرض کنیم همین فرانسه بیان بگن آقا یارو نامزد ریاست جمهوری مثلا به خانومش، نه به طور غیر قانونی محبت اضافه داشته، میتونه کسی دیگه رو استخدام کنه، همسرش رو استخدام کرده حقوق داده، یا همینجا در انتخابات یارو در دوران دبیرستان مثلا ماریجوانا کشیده. مهم نیست این چیزا، آدم میتونیم بکشیم بعد متحمل میشیم، مفاتیح رو میذاریم کنار، هابرماس، مانیفست جمهوری خواهی مینویسیم. این حس رو هم در نظر بگیریم، اینه که تو این دایره همه در حال چرخش هستیم با هم دیگه، خوش میگذره. قاتلان و نه مقتولان، یاد شعر آلن روبگری افتادیم، شاعر فرانسوی که میگفت میز که بران خوردند قاتلین و مقتولین، ولی خب مقتولین کشته شدن رفتن، قاتلان هستن و نماینده نامزد نمایندگی میشن و ریاست جمهوری. حتی این یه دموکراسی بسیار شاد و چنگول هم میشه گفت. بله حتما. در این مثلا آقای حسین الله کرم که من صحبت هایشون درباره فیلم هم دیدم، درباره سینما دیدم، حرفای زده بود قابل تأمل و زمینه های دیگه و چماقداران به نام، چماقداران اولیه حکومت هست آمده و نامزد شده و حرفی زده، حرفستان درست، حرف نادرستی هم نیست، میگه تحصیل کرده تر از من در این انتخابات وجود ندارد، اما بنده را شخصیتی چماق بردوش میبینه. بله ایشون یکی از حرفایی هم که زدن گفته بنده در یک عملیات، منظور در 8 سال دفاع مقدس، در 8 سال دفاع مقدس، همون جنگ ایران و عراق رو عنوانش رو دادن دفاع مقدس، بنده در یک عملیات شناسایی 40 روز فعالیت کردم که در دنیا سابقه نداره. من سر تا پای خود عراق رو میشه 2 روزه شناسایی کرد. حالا این عملیات چه بوده که 40 روز طول کشیده من نمیدونم. برای در نبوغ نظامی آقای حسین الله کرم که شکی ما نداریم، یعنی مارشال رومل و جنرال جیاپ و اینا کاره نیستن در برابر الله کرم. وقتی که فرمانده بسیار عظیم‌الشأن جنگی آقای رضایی بود و
ژنرالاش هم طبعا چون این نبوغی دارن و فرمانده تر این که آقای رفسنجانی بود به گفته آیت الله منتظری که جنگ رو از طریق تلفن اداره میکرد. چون نبوغی رو شما کجا سراغ داری؟ مک آرتور ژنرال آمریکایی در جنگ دوم کجا بود که بیاد بشینه و شاگردی الله کرم و رفسنجانی و محسن رضایی و بقیه رو انجام بده؟ یکی اینه، یکی هم که خب این بابا احمدی نژاد است، دکتر احمدی نژاد آمده و گفته دوره من بهترین دوره 70 ساله اخیر بوده. من حرفی در این مورد ندارم، خود شما برخواهید گشت و مقایسه خواهید کرد. و ایشون گفته شواهد نشان میده ده ها سال به عقب برگشتیم. از کی ده ها سال به عقب برگشتیم زیاد روشن نکرده ایشون. 70 سال این بی سابقه بوده، بهترین دوره بوده، ولی ده ها سال کی به عقب برگشتیم؟ از اول دوره ایشون، از اول انقلاب ده ها سال، از اول بعد از ایشون که این یکی بابا باشه روحانی نمیده. از اون حرف هاست باید هر دوتا رو جمع بزنیم ببینیم رادیکال شن میشه خود شما در بیاریم. و بعد گفته که بعد من خدا همه را آزاد کند. گفته که من به رقیبای خودم گفتم دوستشون دارم، من همه 7 میلیارد مردم دنیا رو دوست دارم. آقای احمد نژاد میگه این حقیقت رو هم من بگم، همه 7 میلیارد مردم دنیا هم آقای احمد نژاد رو دوست دارن. اینجا در نیویورک خودشون هم گفتن که اشاره میکردن که مکزیکیایی که ایستاده بودن به هم دیگه میگفتن محمود محمود به بچه هاشون که ایشون رو نشون میدن تو ماشین. بله تاییدم شده، بله 7 میلیارد مردم دنیا هم آقای احمد نژاد، نه تنها آقای احمد نژاد بلکه تمام اعضای این حکومت این نظام رو دوست دارن. نگاهی میکنیم به انتخابات و حرفایی در مورد انتخابات داریم. یکی از حضرات در حکومت، چقدر اختلاف، بعدم ای کاش دعوا سر مردم بود. متاسفانه این سیاسیون دعوا با هم میکنن سر لحاف ملا نصرالدین دعوا میکنن، سر قدرت دعوا میکنن، نه سر خدمت به مردم. اینا اونا رو دوز میکنن، اونا اینا رو دوز میکنن. و ما مردم چقدر بدبختیم که هر 4 سال یه بار دوباره اشتباه میکنیم. خب توی این 37-8 سالی که انقلاب شده، مملکت یا دست چپیا بوده یا دست راستیا بوده. دوباره میدید به اینا؟ دوباره به اینا رأی میدید؟ اینا چه گلی ریختن توی این چند سال سر مملکت؟ اینا که همش دعوا دارن با هم میکنن گه. دوباره گول میخورین؟ دوباره سرتون شیره میمالن؟ دیگه نه به چپی رأی بدید نه به راستی. یه عده که قومیگری میکنن، لور باید بره، ما لوریم به لور رأی میدیم. با بیان ما ترکیم به ترک، با لور و ترک نداره که. یه آدم حسابی بفرستید تو مجلس تا به داد این مملکت برسه، یه عاقل بفرستی. نه باید حتما کرمونی باشه، کرمونی اصفهانی که نداره که. هر کس که لیاقت داره، شعور داره، تخصص داره، میتونه به داد این مملکت برسه، به او رأی بدی. چقدر کلا گذاشتن سر ما سیاسیون تو این چند سال، کدوم گره روا کردن جز این که فقط به فکر حزب خودشون بودند و دارا دستهای خودشون. مردم چند بار چوب میخوری؟ سیاسیون ما قابل اعتماد نیستن. اگر بودن این وضع مملکت ما نبود، این اقتصاد ما نبود، این زندانهای ما نبود، این آمار طلاق ما نبود، این فقر تو جامعه ما. بله اشتباه شد، پوزش میخوام. همکاران من در اتاق فرمان اشتباه کردن. این مطلبی بود راجع به انتخابات فرانسه، هیچ ارتباطی به انتخابات ایران نداشت، به طور اشتباهی بخش. احتمالاً راجع به انتخابات فرانسه است که اواخر این ماه برگزار میشه، یا انتخابات جاهای دیگه، و راجع به سیاستمداران دولتمداران جاهای دیگه است. در مورد ایران ابدا. من در حیرت بودم که این حرفا چطور به ایران مربوط میشه، همون اشتباه بود.
روزش میخوام با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم، امت همیشه در صحنه، امت همیشه حاج و واج در صحنه، از روز اول پس از انقلاب داشت یا بعدتر داشت، براش پیش اومد، به هر حال زمان شمدان مهم نیست، ولی مشکل بسیار مشکل مهمی بود. این مشکل گشوده شد و برطرف شد. بودن یا نبودن، سوال همیشگی هملت و این سوال ما هم این بوده، چرا سید احمد چند روز پشت سر امام نماز نخوان؟ خاطرتون هست که هر روز مردم از همدیگه میپرسیدن در خیابون، هنوز هم میپرسیدن. یکی از مشکلات تاریخی ایران. به هر حال در خاطره آمده در سایت جماران، باب دنیا آمدن علی، تو پرانتز سید علی خمینی نوه امام. من اینو حقیقتش خوندم، حالا شما رو من میخونم براتون. برای من مشکل همچنان حل نشده باقی مونده، میگم چرا. باب به دنیا آمدن علی سید احمد، تو پرانتز سید احمد خمینی فرزند امام، یادگار امام، یادگار قبلی امامو از این، و بانو فاطمه طباطبایی روز روز 5-6 ساعت را نزد آقا میگذراندند، تا اینکه روزها گذشت و علی کم کم بزرگ شد و موقع نماز که می شد آقا برای علی عمامه می بست و او به اصطلاح امام جماعت می شد و بقیه پشت سرش نماز می خواندند. پس تا اینجا من نتیجه گرفتم که آقا که آقای خمینی باشه برای علی عمامه می بست و این علی می شد امام جماعت و مردم پشت سرش نماز می خواندند. در همین ایام یک روز وقتی آقا به سجده رفت، اینجا علی بود، اینجا آقا به سجده رفت، علی برای مدتی روی کول آقا رفت و پایین نیامد. یعنی آیت الله خمینی رفت به سجده، این علی که نوشون میشه رفت روی کولشون. قبلا تصور ما این بود که علی پیش نماز شده بود، آقا برای علی عمامه میبست و او به اصطلاح امام جماعت میشد، چون به اصطلاح امام جماعت میشد دیگه، و بقیه پشت سرش نماز میخوندن. چطور شد یه مرتبه آیت الله خمینی بعد این علیه امام جماعت رفت رو کوله آیت الله خمینی؟ و سید احمد نگران از این که ایشون، البته لقبشون هم داده بودن مردم، احمد گریان گفته بودن، حالا اینجا گفتن نگران، از این که نکند قلب آقا ناراحت بشود، از فردایش تا 2-3 روز برای نماز جماعت نیامد. و آقا که علت را سوال کردن، سید گفت علی شما را اذیت میکند. و آقا پاسخ دادن من دوست دارم علی اذیت کند، او را بیاورد. یعنی آقا دوست داشتن که علی بیاد بره رو کولشون. ولی اینی که مشکل من حل نشد، این که بالاخره علی امام جماعت بود یا آقای که علی میره به کول آقا. امیدوارم مشکل ازلی و ابدی شما عزیزان حل شده باشه، ولی اطلاعات بیشتری من به دست آوردم. خواهش میکنم این هر کی هستش، این بابا سایت جماران، اینو به طور روشن‌تر چیز کنن که ما حداقل مشکلمون حل بشه. اینطور همچنان در ابهام مونده. و بعدم آیا بعد آوردن علی رو و مرتب میرفت روی کول آقا وقتی به سجده میرفتن یا نه؟ اینا باید در تاریخ بیاد، نمیشه همینطور رها کرد به طور مبهم. این بیت المال رو هدر ندید، این نکات بسیار مبهم رو هر چه زودتر روشن کنید، به خصوص این کودکان نازنین ما در کوچه و خیابان که هستن به دنبال جواب روشنی برای همین سوال که آواره کوه و بیابان و کوچه و خیابان شدن. من اشاره کردم که در جمهوری اختراعی ما به هر حال میشه متحول شد، آدم کش، همه این کارا رو کرد و بعدم متحول شد. متحول شدن کاری نداره، بسیار ساده است. اشاره هم کردم به چیشه. یکی از کسایی که بسیار متحول شده این باباس آقای عباس عبدی، روزنامه نگار اصلاح طلب، اون تروریست سابق، اصلاح طلب فعلی، عباس عبدی روزنامه نگار، آمده و راجب اون یکی تروریست آدم کشی که بوده، که اونم یه کمی فعلا متحول شده، آقای
مرتضوی گفته که خداوند به داد ایشون برسه، چون این مرتضوی این عباس عبدی رو که میگم تروریست، برای اینکه از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا و گروگان گرفتن و میلیاردها دلار به مردم ایران ضرر زدن و این وضعیتی که امروز میبینیم در ارتباط با کشورهای دیگه بخشش ناشی از کارهای همین آقای عباس عبدی و بقیه هستش. ولی خب ایشون متحول شده اصلاح طلب هست. آقای جلالی پور خب کلی کرد کشتن، دیوار دست داشتن، متحول شدن، اصلاح طلب هستن. خیلی خوبه، یک حکومت بسیار خوبه، به اصطلاح انواع اقسام آب توبه داره در شیشه‌های مختلف با طعم‌های مختلف. میشه به سر ریخ در خلوت، غسل ارتماسی ترتیبی به یه ترتیبی به اصطلاح متعبد شد. ایشون آمده و گفته راجع به این مرتضوی که عبدی رو زندانی کرده بود و گفته مرتضوی یا نقشی نداشته، اینجا در این خبر زیاد روشن نیست، گفته مرتضوی یک بیچاره است که خدا انشالله آخر عاقبتش را به خیر کند. او ضربش را به حکومت زد نه به من. خب مرتضوی ضربش را به حکومت زد، آقای عبدی هم که ضربش را به شما و ملت و آینده بسیاری از جوانان و نوجوانان ایران زد با اقدام تروریستی حمله به سپاه. مسئله ضربه زدنه، هر کی به هر کی ضربه زد زیگه زیاد مسئله مهمی نیست. اما یکی از نکاتی که ما باید قدرش رو بدونیم، به خصوص بینندگان شیعه عزیز ما که در این ساعت برنامه رو میبینن، اینه که ما شیعیان امتیازاتی داریم که همه مردم جهان ندارن، بقیه امت‌ها ندارن. قبل از هر چیز ببینیم یکی درباره یکی از عمه شیعه چه گفته میشه و درباره بقیه به اصطلاح عمه و اهل بیت چه خصوصیاتی داشتن، بعد کم کم میرسیم به این موضوع شیعیان. و به مقتضای پاکی اهل بیت، ما اهل بیت و وجودشون همه برکت بدیم. اما خود روایات شیعه، ما به بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که اصلا وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا قضا حاجت بوی عطش پخش شد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبلید کسی چیزی ندید. بله اهل بیت فضولات نداشتن، دیدین دیگه راجب عطش رو این صحبت ها. حالا از منظر شیعه میبینیم چی هست که از چه گلی ساخته شدن شیعیان، شوخی نیست. با هم میبینیم امام صاحب فرمود شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، ما زیادی گل اهل بیت شیعه ها شدن. از زیادی گل اهل بیت امام صاحب فرمود که از زیادی گل ما شما شیعه ها محبین ما رو خدا خلق کرده. چرا میگن خوشگل؟ چون گل ما با گل امام صاحب و اهل بیت یکیه، یعنی گل خوش. خوشگل یعنی گل خوش، یعنی زیباترین گل، پاکترین گل، به این میگن خوشگلی. خوشتیپی یه چیز دیگه است. بله شنیدی دیگه، ما یعنی شیعیان چرا خوشگل هستن؟ خوشگل عربی هم میگه که دیگه اصلا تردید نکنی، نگفتن خوشتیپنا، گفتن خوشگلنا. اینی که یعنی اومدن وقتی که در اون شش روز روایت هست و در کتابهای مذهبی اومده که جهان در شش روز خلق شد و روایات دیگه، و گفته شده حالا شاعرای ما هم گفتن گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، اون هم شاعرند یه چیزایی گفتن، ولی وقتی داشتن گل آدم رو درست میگن، آدم درست میکردن در خلقت، خداوند و کارگزاران خلقت، یه مقدار گل اونجا بود، گلای دیگه بود که ایشون میگن از گل امام جعفر صادق و اینها بوده و بعد بقیه موندهش از مو رو دست دستگاه خلقت و خداوند یا نمو هرچی که بود، به هر دلیلی آمدن گفتن بقیهش رو بیم شیعه رو اختراع کنیم درست کنیم، شیعه رو درست کردن. اینه که شیعیونا یا شیعتونا یا هر جوری که این بابا تلفظ میکنه، خوشگلنا، خوشتیپنا نیست، خوشتیپی چیز دیگه است.
اطرافتون نگاه کنید، در حکومت خوشگلنا میبینید، خوشتیپنا هم میبینید، هر دوتاشو داریم. برای یه چیز دیگه است. باز میبینیم درباره شیعیان که چجور هستند، چه خصوصیاتی دارن، با هم تماشا. وقت پیغمبر اکرم نشسته بودن، امیرالمومنین وارد شد، حضرت فرمود مرحبا بکن بک علی جان، بفرما ای کسی که 40,000 سال قبل از باباش خلق شده، مرحبا به ابن، به اون فرزندی که 40,000 سال قبل باباش خلق شده. این دیگه وحی قرآنی نیست، اینا میشه جزء احادیث قدسیه که یا محمد من تو را خلق کردم در حالی که هیچ چیز نبودی، لم تکوشه، یا یعنی تو را از عدم خلق کردم، تو را از نیستی خلق کردم و نفخت و فیکه من روی، از روح خودم در تو دمیدم. این همون کاری درباره حضرت آدم کردم. حضرت آدم ابوالبشر نفخه ثانی است در خلقت. وقتی صحبت از خلقت و ایجاد عالم و آدم است، علی و محمد اول یکی بودیم، بعد رو علتی دو تاتون کردم، بعد دو تا رو چهار تا کردم، بعد این چهار تا رو یکی محمد قرار داد و علی را هم یکی قرار دادم، ولی حسن و حسین اینم دو تا، باز فاطمه رو نور جداگانه. بعد از اون، بعد از این عزیزان، خداوند تبارک و تعالی باز خلق کرد در حقیقت محسن را. خلقت شیعه و محبان اهل البیت هم خلقتشون خلقت عادی نبوده. خدا از اون روز ازل وقتی که خواست ما رو خلق کند که هیچ کس نبود، اونجا می دانست که کی شیعه می شود، پیرو و اهل البیت می شود، دکی صراط مستقیم رو می پیماید و چه کسی راه ضلالت رو گمراه. من هیچ تردید ندارم که این بابا موقع خلقت بوده، وگرنه این همه اطلاعات از کجا می آورد؟ اطلاعات نیست که همه بتونم به دست بیارم، مگر اینکه همونجا ایستاده بودم بغل خلقت آدم و خلقت شیعیان، اختراع شیعیان که این ور اونور داریم. حالا در خود قرآن آمده، در خود پیامبر اسلام از زبون ایشون اشاره میشه که انا اشارون مثلکم، یعنی من انسانی هستم مثل شما، فقط فرق من این هست که به من وحی میشه یا وحی به من نازل میشه. ولی خب این بابا یه چیز دیگه، اطلاعاتی داره که کسی نداره. امام اول شیعیان هم 40 سال قبل از پدرشون، بعد میبینه کمه، خب 40,000 سال، حالا چه فایده ای داره؟ خود ایشون میدونه انواع اقسام شیعه هم اختراع شده، میبینید دیگه. خوشگلان ها که گفتیم بودن، خوشیپنا هم که داریم و بقیه شیعیان مختلفی در دستگاه حکومتی داریم، شیعیان یقه گرد داریم، یقه چرک داریم، همه رقم داریم، شیعیان یک کمی فکل کرواتی داریم، شیعیان دکمه سردستی داریم مثل آقای ظریف، شیعیان جای مر روی پیشونی داریم که قبل از انقلاب نداشتیم. این شیعیان احتمالاً بعد از انقلاب اختراع شدن، خلق شدن و انواع اقسام داریم. اینه که هیچ جای نگرانی نیست. همه این شیعیان حیران در صحنه که هستن، بدون برو برگرد از روی پل صراط مستقیم بهشت. با این وضعیتی که هست، وقتی در خلقت خداوند میاد همه امتهای دیگه رو، بقیه رو یه جور دیگه اختراع میکنن، شیعیان میشن سر فرصت اختراع میکنن، درست میکنن، خلق میکنن، این نیستش که بعد این شیعیان برن جهنم که چی بشه، طبعا میرن بهش بدون هیچ تردید. گفتن خود آقایون بارها بر منبرها گفتن. باز یکی دیگه از آقایون ما میبینیم در همین زمینه ها صحبتهای شنیدنی داره و شما رو باید از گمراهی در بیاریم با شنیدن این سخنان.
سلمان و ابوذر را افتادن، سلمان 350 سال عمر کرده، را افتادن رفتن پیش امیرالمؤمنین که یا علی، سلمان منا اهل البیت میره پیش علی که یا علی میشه این پرده رو کنار بزنی یه ذره خودتو به ما نشون بدی ببینیم تو کی هستی؟ حدیث معرفت به نورانیت سند بهار. امیرالمومنین شروع کردن خودش گفتن، یه ذره پرده رو زده کنار. یا سلمان یا جندب علالذی اخرجت ابراهیم من النار، بابا من ابراهیم رو از آتش نجات دادم. علالذی اخرجت یونس من بطن الحوت، من یونس رو از دل ماهی کشیدم بیرون. علالخضر عالم و موسا، اون خضر معلم موسا من بودم. انی کنت مع الانبیاء سرن، من با همه انبیا بودم پشت پرده. و مع رسول الله جهرن، با پیغمبر خودم رو نشون دادم تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود. روایت میفرماد تو وادی طور موسی که به حال صعق افتاد، مدهوش شد، مدهوشی غیر بیهوشی، افتاد تو اون حالت. موسی میگه دیدم تمام ذرات دورم، سنگریزه ها، اشجار و احجار، درختان، خاک، همه ذکر میگن. دقت کردم دیدم این درختا یا الله نمیگن، لا اله الا الله نمیگن، سبحان الله نمیگن، الحمدلله نمیگن. موسی میگه دقت کردم کلیم الله میگه شنیدم، ذرات دور من میگن یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علی. خدایا اینا چی میگن؟ ندا رسید موسی، این علی کسی است که اگر نبود تو رو خلق نمی کردم. فتمسک به ذکر شریف شدائد، تو مشکلا به ذکر شریف علی دست بزن، به ذکر شریف علی متمسک شو. لذا رفت تو دربار فرعون، موسی مونده شروع کرد یا علیو یا علیو، موسی و عصا و ید بیضا و نبوت در مصر به فرعون که بنمود علی بود. بله خب دیدین دیگه، موسی در دربار فرعون یا علی گویان، مونده بود که فرعون هم بیاد پایین بگه یا علی، که نگفت، فرعون گمراه بود. حالا اینو کجا موسی گفته؟ پیامبر الهی در کدوم جا اومده؟ برید از خود موسی بپرسید، روحانی که دروغ نمیگه، بالای منبر که اصلا دروغ نمیگه، پشت منبر، زیر منبر، اونجا هم دروغ نمیگه، ممکن تغییر کنه ولی دروغ امکان نداره، امکان نداره. در دربار فرعون چه گذشت؟ به وضوح مشاهده کردید موسی علی گویان وارد دربار فرعون شد، اون ید بیضا و عصا و اینها فایده نداشت. خیلی میگن اینها اهانت به امام اول شیعیان، من نمیدونم، کارشناسان باید بدونم، ولی اون چیزی که من میدونم این هست که این روحانیون دروغ نمیگن. روحانیونی که در حکومت هستن همونطور که اشاره کردم به هیچ وجه، مثل خود رهبر، من یه رهبر دروغ میگه. درباره رهبرم یک ویدیو ما داریم، یک کارشناس روس میگه، تازه کارشناس آمریکایی هم نیست. هم نکته سومه که به شما نجات بخشیده، خداوند برای شما یک رهبری را، یک شخصی فوق العاده بی نظیری را برای شما پیشنهاد کرده که اونم رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. اصلا وقتی که من سخنهای ایشان رو میشنوم احساس میکنم که مثل یه پدر صحبت میکنه، احساس میکنم که یک مردی صحبت میکنه که از اون یک نوری الهی داره خارج میشه. هر کلمه ایشون
به قلب میرسه و مثل یک پیری خیردمند را رهنمایی میکنه و امید را محکم میکنه، وارد میکنه. هیچ کشور دنیا چنین رهبر را ندارن. این باعثی اون شد که شما تا حال سر پای خودتون هستید و این باعث شد که با همه این تحریم ها شما این محدودیت ها را به اولویت تبدیل دادید. در خیلی مسیرها شما خودکفا شدید و از این که کمی رهایی پیدا بکنید از این تحریم ها که حتما این کار میشه، اقتصاد شما جهیشناک خواهد شد. بله، قد این رهبر رو بدونیم. این رهبر کارشناس روس داره میگه، وقتی صحبت میکنه یک نور الهی ازش خارج میشه. یعنی شما یه همچین رهبری کجا دارن دیگه؟ قدرش رو بدون. اگه من میگفتم خب قبول نمیکردی، بقیه میگفتن قبول نمیکردی، ولی کارشناس به این عظمت تشخیص دادن و توصیه میکنن. من زامن که قدر میدونم، نمیدونم این بابا برنامه ما رو میبینه یا نه، ولی من اینجا ضمانت میکنم که دست کم بینندگان تفسیر خبر قدر رهبری رو به خاطر همین نوری هم که شده شما اشاره کردن ازشون خارج میشه حتما میدونم. با شما عزیزان خواهیم بود و پیام های شما عزیزان تا لحظه دیگر. سلام، من از ایران تماس میگیرم. میخواستم ببینم که آقای چالنگی وقتی که اسامی قله های ایران رو اسم میبرن چرا اسمی از دماوند نمیگن؟ البته ایشون کوه البرز میگن، ولی دماوند سوای این هاست. متشکرم، خدا حافظ. حتما بانوی گرامی، با سلام به شما، حتما چون این خواهد شد. و من البرز رو اگه اشاره کردم طبعا به طور غیر مستقیم هم به دماوند اشاره شده، ولی حتما. سپاس از شما. پیام بعدی رو می‌خواستم برای آقای چالنگی یک پیام بذارم، بهش بگم که برنامه‌اش خیلی قشنگه. صدام چرا پخش نمی‌کنی؟ چند دفعه تماس گرفتم پای تلویزیون نشستم، صدام پخش نمیشه. ازشون تشکر میکنم بابت برنامه قشنگ و همراه با طنزش. حقیقتی که با طنز میگه واقعا برنامه قشنگی. دلم میخواست زنگ بزنم تشکر کنم ازش بابت برنامه قشنگشون. حتما صدام رو پخش کنید. دوست دارم آقای چالنگی صدام رو بشنوه. با سلام به شما دوست عزیز، من پوزش میخوام. متاسفانه اگه پیامی از شما پخش نشده، این اولین بار هست صدای شما رو میشنویم. احتمالا پیام اشکال فنی داشته، از قسمتی که پیام ها رو دریافت میکنن تشخیص دادن برای پخش از نظر فنی فقط، وگرنه هیچ محضوریت و مشکلی وجود نداره. پوزش میخوام از این بابت. سپاسگزارم از محبت شما. مطمئن باشید هر موقع پیامی بفرستید به دست من برسه حتما حتما پخش خواهد شد. پیام همه شما عزیزان بدون هیچ مشکلی و هر نظر داشته باشید برای من محترم باشید. پیام بعدی. با سپاس آقای چالنگی عزیز، امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشین. از برنامه خودتون خیلی ممنون. تو این سال نو هم میخواستم یه طنز انتخاباتی بگم. یه قوچلی بود توی دهی، 11 تا بچه داشت. هر وقت اون دهه برف سنگین میومد، میخواستن ماشین هول بدن، ماشین پنچر میشد، عزاداری بود، تا
تشییع جنازه بود، میگفتن قوچری رو بگو بیاد با بچه‌هاش، قوچری رو بگو بیاد برای هول دادن ماشین و مکافاتایی که بود. بعد موقعی که جشن عروسی بود یا بخور بخور بود، بعد میگفتن چیکار کنیم خودمون بالایی ها، گفتن قوچری هم دعوت کنیم، گفتن نه 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 اون 11 تا بچه داره مکافاته. حالا این شده حکایت ما مردم که سر انتخابات همون قوچلیه میشیم، بعد از انتخابات هم بازم همون قوچلیه. خیلی ممنون، امیدوارم همیشه سربلند باشین و یه روز هم شما رو باز دوباره تو صدای آمریکا ببینیم. سپاسگزار هستم از شما بیننده عزیز، دوست گرامی، دوست نادیده گرامی. طنز دلنشینی بود، اما یک فرقی وجود داره، فرق کوچک شاید هم خیلی بزرگ، این که این دیگه دست خود مردم هست که میخوان کوچلی مورد اشاره شما باشن یا نباشن. در هر دو موردش، قول دادن ماشین حکومت به تعبیر شما یا به اصطلاح عروسی حکومت که انتخاباتش هست، این کار رو میتونن دست خودشون هست و نکرسه دیگه. پیام بعدی رو میشنم. جناب چلنگی بسیار عزیز، چون من سواد اندکی دارم و شنیده بودم مثلا 50%، 90%، 99%، 100%، اما تا حالا نشنیده بودم 2000% و 6000% که از ولی فقیه شنیدم. میخواستم بدونم که 2000% و 6000% درسته یا نه. یه سوال دیگه هم داشتم، به یادم میاد که اوایل انقلاب میگفتن امپریالیسم جهانخوار، معنیش رو شنیده بودم که معنیش کشورهای دیگر رو گرفتنه. حالا هم میبینن که ملاهای حکومتی ایران میخوان عراق و سوریه و بحرین و یمن رو بگیرن و با جنوب لبنان یه هلال شیعی در منطقه درست کنن. میخوام بدونم که آیا اینم به معنی امپریالیزم جهانخوار هست یا نیست؟ حقاطب شما خیلی خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزار هستم از شما دوست عزیز. ما روان شاد آقای کمالی معلم ما همیشه میگفتش که دو تا مسئله داشت میگفت، میومد میگفت دو موضوع از دومی چون مهمتره اول من میگم. یه بار من گفتم که اینو آقای کمالی خوب همونو از اول بگین دیگه، اولی میگفت تو شیمیت خوب نیست صحبت نکن، من شیمیم خوب نبود، شما معلم شیمی ما. ولی موضوع دومی که فرمودید، هر دو موضوع مهم هست که اشاره کردید، فرق داره. امپریالیسم خب یک چیزیست، امپریالیسم استکبار جهانیه. اینی دومیش که یمن و عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگه هست، این بیرون آوردن مردم اون کشورها هست از گمراهی. این یک وظیفه الهی است که من نمیدونم چرا به ایرانی ها معول شده، واقعا نمیدونم. یکی از این ملایانی که شما دیدید ملاحظه فرمودید، اینا خب در دستگاه خلقت مثل که حضور داشتن، اونجا میدیدن چه گلهایی به کار میره و چه گلهایی به کار نمیره. این رو هم پیدا کنن که چه روزی بوده خداوند یه همچین ماموریتی به ما داده که ملتهای اطراف خودمون از گمراهی به در بیاریم و بریم و این همه هزینه صرف کنیم، این همه جان جوانان کشور رو به خطر بندازیم و دست بدیم، برای چی هست؟ خب ماموریتی الهی هست، همونطور که مسئولان جمهوری اسلامی گفتن. اما در مورد درصدی که گفتن، برای شاید نادرست باشه، ولی این اصطلاحیه که به کار برده میشه در زمینه‌های مختلف، در اقتصاد، در جاهای دیگه به کار برده میشه بیش از 100%. مثلا اگه جایی مثلا 100 تومن سرمایه گذاری بوده 300 تومن سود داشته، خب میگن 300% سرمایه سود برگردونده. اینا اصطلاح هست، به کار برده میشه جاهای مختلف، حدود بیشتر و زمینه‌های بیشترشو اون رو هم به کار میبرن، اما دقیق و دقیق ترش رو ریاضیدان ها بهتر میتونن پاسخ بدن. از جمله من دوست همشهری نابغه‌ای داشتیم در ریاضی که هر جا که هست در ایران یا هر جا ایران هستن، ایشون دکتر امیدعلی کرمزاده، ایشون خب نبوغ بسیار معروفی داشتن ایشون در ریاضیات، و من همیشه سوال که از ایشون داشتم میگفتم امید عزیز بالاخره این ایکس رو پیدا کردین یا نه در ریاضی؟ خب شوخی بود که داشتیم، یاد ایشون افتادم. و سالم و شاد باشند و سرحال مثل زمانهای گذشته. پیام بعدی رو. با سلام
پیامی دارم برای تفصیل خبر آقای چالنگی. با سلام به شما آقای چالنگی. این روزها که امروز روز چهارشنبه است و خبر یک نوار ویدیویی توسط داعش که رژیم رو مورد خطاب قرار داده که البته اشکالات زیادی این ویدیو داشته، اینطور که از قرار معلوم من شخصا تحلیل شخصیم هست، وقتی رژیم در یک بن‌بست قرار میگیره یه همچین حوادثی پیش میاد. البته چون اینقدر گندکاری ها و کثافتکاری هایی که این رژیم انجام داده، الان حقیقتا تو ذهنم نیست که یه فاکتی بیارم که اونو بگم، ولی اتفاقی که افتاده، خب میدونید الان رژیم زیر تیغ مسائل انتخاباتی و که تو اون افرادش به جون هم افتادن، از نظر بین المللی هر روز تو تنگنا قرار میگیره، از نظر داخلی هم در وضعیت بسیار بحرانی هستش، الان رژیم به مظلوم نمایی افتاده. من با صراحت میگم و ایمانم دارم به این حرفی که میزنم، داعش ساخته دست خود رژیمه. بله، اینم نظری هست، بسیاری با شما هم نظر هستن که حکومت ایران هم دستی داشته در میان دستهای دیگر در به وجود آوردن و حمایت داعش. نظری هست، بسیاری این نظر رو بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردن اعلام و منتشر کرد. کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. بینندگان عزیزی که برنامه ما رو از آغاز ندیدن میتونن تا ساعت دیگه روی وبسایت ایران فردا تماشا کنن و همینطور روی کانال تلگرام من تماشا کنن. برای ما پیامی اگر دارید یا نظری اگر دارید حتما بگذارید. هر نظری دارید درباره اون چیزی که در این برنامه و برنامه‌های دیگه تفسیر خبر مطرح میشه برای ما منعکس کنید، حتما در برنامه‌های پنج شنبه شب با آستاب تایم داد با تلفنی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید میتونید تماس بگیرید. برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، دماوند، زاگرس، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند کو و تابشان به فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.